آیا امواج گرمای اخیر به معنی تسریع روند گرمایش زمین است؟ تهدید تغییرات اقلیمی برای خیلی از آدما صرفا موضوعی بود که دانشمندان توی مقالات یا مصاحبه‌های خودشون به اون می‌پرداختن. اما تبدیل شدن این کلمات به واقعیت، اون هم با این سرعت گیج‌کننده و نمایش اون به صورت رکوردشکنی‌های دمایی، وقوع ابرخشکسالی‌ها و آتش‌سوزی‌های گسترده و پی در پی، بعضیا رو به فکر فرو برد که شاید تغییرات اقلیمی سریع‌تر از انتظارات دانشمندان از راه رسیده. آیا این پدیده‌های اقلیمی شدید، شدیدتر از پیش‌بینی‌های انجام شده توسط مطالعات علمی صورت گرفته بر مبنای سطح فعلی گازهای گلخانه‌ای موجود در اتمسفر زمین هستند؟ سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدید. بیاییم با هم ببینیم که آیا امواج گرمای اخیر به معنی تسریع روند گرمایش زمینه؟ خوشحال میشیم قبل از تماشای ادامه ویدیو به چنل ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. تغییرات اقلیمی علت اصلی وقوع امواج گرمای اخیر است؟ جواب این سوال مثبته. گرمایش جهانی مبنای جدیدی برای دماهای تابستانی ارائه کرده که نتیجه اون چیزی نیست جز افزایش قابل توجه احتمال وقوع امواج گرمایی شدیدتر و طولانی‌تر و با فاصله زمانی کمتر. موضوعی که قبل از این مطالعات علمی متعددی به وضوح وقوع اون رو پیش بینی کرده. تغییرات اقلیمی عامل ایجاد امواج گرما از جمله امواج گرمای فعلیه. امواج گرمایی که قبلا به ندرت اتفاق می افتاد الان به یک رویداد معمول تبدیل شده و امواج گرمایی که وقوع اونها قبلا غیر ممکن بود الان اونها باعث مرگ انسان ها میشن. آیا تغییرات اقلیمی سریعتر از انتظارات دانشمندان از راه رسیده است؟ جواب این سوال حداقل در حالت کلی اون منفیه. در واقع ارتباط افزایش ورود گازهای گلخانه‌ای به داخل اتمسفر با افزایش میانگین دمای جهانی توی شبیه‌سازی‌های به دست اومده از مدل‌های اقلیمی نشاندان دقیق دهه 1970 هم پیش‌بینی شده. تحقیقات و مطالعات متعدد از جمله آخرین گزارش اقلیمی سازمان ملل نشون میده که چطور الگوی دمایی طبق پیش‌بینی‌های قبلی دستخوش تغییره. شباهت بین سناریویی پیشبینی شده توسط دانشمندان با اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده شگفت‌آوره. انگار که جهان باید از چند دهه پیش به هشدار دانشمندان توجه میکرد. چه عوامل دیگری ممکن است به وقوع امواج گرمای بی‌سابقه کمک کرده باشد؟ محققان در حال بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل احتمالی مختلف بر تشدید امواج گرما و همچنین سطح دقت پیشبینی ارائه شده توسط مدل‌های اقلیمی فعلی از این رویدادها هستند. بعضی از این عوامل از جمله خشک شدن خاک و گیاهان توی بعضی مناطق خاص میتونه از نوع بازخوردی باشه. فراتر رفتن میزان خشکی خاک و گیاهان از یک میزان مشخص میتونه باعث تشدید شدت احساس گرما در طول مدت وقوع موج‌های گرما بشه. چرا که اون بخشی از انرژی که در حالت عادی صرف تبخیر رطوبت خاک و گیاهان میشه الان صرف گرم شدن بیشتر هوا میشه. سوال علمی دیگه که مطرح شده اینه که آیا تغییرات اقلیمی خودش باعث افزایش موندگاری الگوهای اتمسفریک خاص و در نتیجه تشدید شدت امواج گرما میشه یا نه؟ الگوهایی مثل تجمع دامنه‌های پرفشار میتونه باعث حرکت رو به پایین هوای گرم بشه که در نتیجه اون پدیده‌ای به اسم گنبد گرما شکل میگیره که باعث افزایش دمای مناطق زیرین خودش میشه. طبق یه مطالعه علمی، هر دو عامل خشک شدن خاک و گیاهان و موندگاری دامنه‌های پرفشار نقش پررنگی در تشدید موج گرمای سال گذشته توی منطقه شمال غربی اقیانوس آرام داشتن. چرا دانشمندان هشدارهای کافی در این مورد به ما ندادن؟ دانشمندان دهه هاست که زنگ هشدار تغییرات اقلیمی رو از طرق مختلف به صدا در آوردن. اونها بارها گفتن که تغییرات اقلیمی باعث گرمتر شدن زمین، عجیب شدن رفتار اقلیم و افزایش پیشبینی ناپذیری اون شده. به طور خلاصه میشه گفت تغییرات اقلیمی باعث شده زمین به مکان خطرناکتری برای انسان ها، حیوانات و اکوسیستم ها شد. اما دانشمندان در مورد محدودیت دانش خودشون هم صادقانه رفتار کردن.
شاید اصلی ترین اتهامی که دانشمندان تا الان از طرف محافل مختلف با اون روبرو شدن اینه که اونها مثل ناقوس زنان آخر زمانی رفتار میکنن که تهدید تغییرات اقلیمی رو با هدف جذب کمک‌های مالی بیشتر یا اهداف خاص سیاسی بزرگ نمایی میکنن. حالا شما به ما بگین به نظرتون تغییرات اقلیمی چگونه سیاره زمین رو نابود خواهد کرد؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو براتون مفید و جالب بود لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.